سلام به تک تک شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل دکتر فرشته خوش اومدید و از کامنت های پرمهرتون خیلی تشکر میکنم. دیشب که داشتم کامنت ها رو میخوندم خیلی انرژی گرفتم، از این جهت که بعضی از مطالبی که ما میگیم و رد میشیم چقدر برای بعضی از افراد موثره و گره های 10-15 سالشون باز میشه. مشکلات جسمی داشتن که سالیان سال باهاش درگیر بودن، درمان های مختلف انجام دادن، اما با یه تغییر کوچیک تو لایف استایلشون باعث شده حس حال بهتری پیدا کنن و از لحاظ جسمی و روحی ارتقا پیدا کنن. خواستم این حس خوبو به شما عزیزان هم منتقل کنم. توی ویدیو میخوام راجع به موهای سفید براتون بگم و بگم بهتون راه داره، چاره داره، لازم نیست اینو بپذیریم. بعضی وقتا دوستان میگن خب من پذیرفتم این موضوع رو، این موی سفیدم رو پذیرفتم، خیلی هم قشنگه، دوستش دارم. خب اون حسابش جداست. اگه شما کلا دوست دارین که موی کاملا سفید داشته باشین و دوستش دارین، من دیگه هیچ بحثی ندارم. اما میخوام برای اون دسته از دوستانی که دلشون میخواد موهای سفیدشون رو مشکی کنن با ساده ترین راهکارها، من تا حالا چندین ویدیو راجع به این موضوع گذاشتم که چطور موهای سفیدتون رو مشکی کنین، اما توی این ویدیو میخوام آخرین اطلاعات و تجربیاتمون رو بهتون بگم که باز هم از اون روشهای قبلی ساده و ساده تره. من خودم اینجوری هم که هیچ وقت با موی سفید نتونستم کنار بیام و دقیقا ما چون ژنتیکشو داریم که خیلی خیلی مهمه و اکثرا این موضوع رو پذیرفتم. من چون ژنتیکشو دارم، به صورت ژنتیکی ما موهامون زود سفید میشه، خب پس دیگه راه و چاره ای نداره. خواهر خود من در سن 16 سالگی، یعنی بخش زیادی میتونم بگم 80% موهاش سفید شد و الان هم اون موهای سفید رو داره، اما با توجه به اون انرژی که گذاشته 50% برگشته. انرژی کمی گذاشته، اگه کامل انرژی میذاشت اون موهای سفید کامل برطرف میشد. میخوام بهتون بگم باید به ژنتیک خودمون غالب بشیم و راه داره، چاره داره، میتونید این کار رو انجام بدید. بی نهایت مهمه که ما بدونیم چرا داره موهامون سفید میشه، دلیلش چیه. دلیلش که مشخص میشه درمانم خیلی ساده میشه. اجازه بدین به موقعش راجع به این ترکیب بهتون بگم که با همین اسپری کردن یه ترکیب ساده چقدر میتونید عالی عمل کنید و موهای سفیدتون رو مشکی کنید. دوستان، مهمترین علت سفیدی موها استرسه. همه اینو میدونیم، جوش، غصه و استرس باعث سفیدی موها میشه. یه سری مشکلاتی که سالیان سال با ما همراهه و یه غم دائمی برای ما تولید کرده، کم رنگ میشه اما حل نمیشه. من همیشه این مثال میزنم، مثل این میمونه که یه کیسه برنج رو دائم داری با خودت حملش میکنی. این ناراحتی ها، این کینه ها، این غصه ها، این استرس ها پی ایچ بدن ما رو تغییر میده و پی ایچ بدن ما رو به سمت اسیدی بودن میبره و همه بیماری ها در محیط خون اسیدی به وجود میاد و اتفاقا اولین اقدام برای درمان بیماری ها اینه که این پی ایچ رو معتدلش کنیم. وقتی که پی ایچ بدنمون پایین تر از 7.4 باشه، در این محیط خون اسیدی بیماری ها از جمله انواع سرطان ها و بیماری های با مزاج سرد مثل MS، پارکینسون، آلزایمر، دردهای مفاصلی به وجود میاد. باز وقتی که از این پی ایچ بالاتر میره، باز یه سری مشکلاتی مثل اگزما های پوستی، خشکی های بدن و حالا بیماری مخصوص به خودش که به وجود میاد. پس بهترین حالت تعدیله، باید خودمون رو به تعدیل برسونیم. اتفاقا با اصلاح کردن تغذیه خیلی راحت میشه به این پی ایچ نرمال رسید. اون چیزی که مانعه استرسه و حل نکردن مسائل مشکلاتمون. وقت بذاریم، یه خودکار، یه دفترچه برداریم و بنویسیم چی ناراحتم میکنه، چی باعث شده من شاد نباشم. دونه دونه اینا رو روی کاغذ بیار و براش دنبال راهکار باش. اگه قرار کسی رو ببخشی، اگه قرار کینه کسی رو از دلت بیرون کنی، اگه از کسی متنفری، اینا رو حل کن. به خاطر وجود خودت حل کن، به خاطر آرامش خودت اینا رو حل کن. بعضی وقتا یه سری مشکلاتی هستن که دیگه خارج از توان ماست، ما نمیتونیم اینا رو حلش کنیم. بنویس جلوش، سپردم به خداوند، سپردم این مشکلمو به بالاترین قدرت این جهان که همه چی دستمونه، که اراده کنه مشکلات ما حل میشه، اراده کنه کینه ها رو میتونه از دلمون بیرون کنه، اراده کنه اتفاقات و معجزات فوق العاده میفته. اما یه شرط داره، شرطش اینه که تو بخوای.
تو آمادگیشو داشته باشی که ببخشی و این خواسته رو داشته باشی که زندگیت بهتر بشه. وقتی خواسته ما نداریم از خداوند، این اتفاق هم برامون نمیافته. یادش بخیر، یه زمانی فقط عزیزان سن بالا موهاشون سفید میشد، اما الان دیگه اینطوری نیست. حتی نوجوونا هم موی سفید دارن. وقتی که یک نوجوون موی سفید داره، من خیلی وقتا میبینم افراد آرومین، خوشخوان و مضطرب نیستن، خیلی با مسائل زندگیشون کنار اومدن، اما باز هم موی سفید داره. این نوع سفیدی موها که در سنین کم موها سفید میشه، افرادی که آروم هستن باز هم داره موهاشون سفید میشه، استرس هاشون رو کنترل میکنن و افسار اعصابشون دست خودشونه، میتونن تنش هاشون رو مدیریت کنن، اما باز هم موی سفید دارن. این دیگه به خاطر کمبود ویتامین های گروه B و کمبود بعضی از مواد معدنی مثل کروم، روی و یک سری ریز مغذی هایی که باعث میشه موها زودتر از موعد سفید بشه. این درمانش خیلی راحته، خیلی سریع اگه تو این بخش مشکل داشته باشیم به سرعت برطرف میشه. اما اگه تغذیه خوبی داری و مشکل کمبود ویتامین ها رو نداری، داره موهات سفید میشه بدون که به خاطر اسیدی بودن محیط خونته. یکی دیگه از اون علتهای مهم سفیدی مو، استفاده از موبایل. هر بار که ما صحبت میکنیم و ساعتهایم زیادی رو گوشی رو کنار گوشمون میذاریم، دقیقا این قسمتها خیلی زود سفید میشه. و جالب اینجاست که کامنت شما از دوستان که برای ما گذاشته بود تو ویدیو قبلی که روغن سیاه‌تون استفاده کردید، همه قسمت‌های موهای سفیدتون مشکی شده، اما این قسمت بالای گوشتون سفید مونده با وجودی که چرب می‌کردید. علتش به خاطر اشعه موبایل هست که نمیذاره تشعشعات موبایل موی سفید مشکی بشه، چون دائما داره سردی میده و این تشعشعات باعث میشه موهای سفید مشکی نشه. چه کار انجام بدیم؟ این دیگه بستگی به اون خود شخص داره دیگه. اولویت بندی باید بکنیم یا حداقل رو آیفون صحبت کنیم. به هر حال دیگه باید راهکارهایی رو برای خودمون داشته باشیم اینو به حداقل برسونیم. بریم بالایی که شما سراغ ساده ترین روش های بروزی که وجود داره که هر کسی خیلی راحت میتونه تو خونش درست کنه و این مشکل رو برطرف کنه. تجربه های بیشمار تجربه داشتیم که میتونم تمام ویدیو رو راجع به این تجربه ها صحبت کنم. مادر یکی از دوستانمون شروع کرده بودن چند وقت پیش به استفاده از روغن سیاه‌دونه. تمام موهای ایشون سفیده. من بعد از یکی دو ماه که دیدمشون توی مهمونی، تیکه جلوی موهاشون، این قسمتی که بیشتر زده بودن، یه تیکه کاملا زغال سنگی تیره شده بود که من مطمئنم اگه این روش رو ادامه بدم کاملا موهاشون مشکی میشه. اما روغن سیاه‌دونه یه خورده سخته. ما داریم سختی های این مسیر رو براتون آسونش میکنیم. روغن وقتی که به موها میزنی حتما باید بعدش شستشو داشته باشی. یعنی وقتی که شما موقع خواب داری موهاتون رو چرب میکنی، باید ابتدای صبح موهاتون رو شستشو بدین. چون باز این چربی اضافه که روغن سیاه‌دونه هم تبش گرمه، موهاتون رو خشک و شکننده ممکنه بکنه، باعث خارش سر میشه، باعث ریزش مو میشه، چون اون چربی داره منافذ پوستتو میبنده. پس این راهکار خیلی آسونی نیستش. ساده تر از اون چی کار میتونیم بکنیم؟ شما وقت بذار و اندازه 3 تا قاشق خود سیاه‌دونه رو داخل 3 لیوان آب بجوشون. اینقدی بجوشه که این 3 تا لیوان آب به 2 لیوان برسه. حالا این 2 تا لیوانو مثل من داخل اسپری بریز و هر بار که میخوای بخوابی یا یه روز در میون، لازم هم نیست هر روز انجامش بدی، روی موهات اسپری کن و به صورت نشسته یه ماساژ خیلی آروم با نوک انگشتات هم کف سرتو داشته باش که نفوذش بالاتر بره. جالب اینجاست که این روش نفوذ خیلی زیادی داره و از روغن سیاه‌دونه نفوذ بالاتری داره و نتیجه خیلی قوی و سریع‌تر هم هست. این هم خبر خوشی بود برای کسانی که تنبلیشون میشه مثل من روغن سیاه‌دونه استفاده کنن و این یکی از راحت‌ترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم و اینو باید حتما بگم به خاطر اینکه حفظ امانت بشه. من از این راهکار استفاده نکرده بودم و در حد تئوری بود میدونستم، اما پیشنهاد داده بودیم به بعضی از دوستان که شما میتونید از این راهکار هم استفاده کنین، اما نمیدونستم که اندازش واقعا اندازه روغن سیاه‌دونه هست یا نه و فکر میکردم که روغن سیاه‌دونه اثرش قوی تر باشه. وقتی که از دوستانمون اینو انجام دادن و نتیجه براشون خیلی خیلی فوق‌العاده بود، گفتم حتما توی این ویدیو بهتون بگم که از راحت ترین روش ها استفاده کنید و موهای سفیدتون رو مشکی کنید. اما دوستان خوبم، ما داشتیم افرادی که
گفتن من از روغن سیاهتون استفاده کردم و نتیجه نگرفتم، اما تعدادشون خیلی کم بوده. میخوام علتشو بگم چرا نتیجه نگرفتن. این دسته از دوستان جزو عزیزانی بودن که به هیچ عنوان تغذیهشون رو رعایت نکردن. من همیشه میگم شما حتی اگه 30% انرژی بذاری برای تغذیه و یه بخشی از تغذیه‌ت اصلاح کنی نتیجه میگیری. این هم آدم نتیجه گرفتن. لازم نیست حتی 100% رعایت کنی. 30% انرژی بذار تا این راهکارها برات جواب بده. و میخوام یه تجربه خیلی جالب بهتون بگم که باورتون بشه که میشه نتیجه گرفت. یکی دو سال پیش آقای به ما مراجعه کردن که سنشون بالا بود. حالا دقیقا نمیدونم چند سالشون بود. خب دیگه سنشون بالا بود و محاسنشون سفید شده بود. موهاشون خیلی خیلی سفید شده بود و خیلی مشتاق بودن که موهاشون مشکی بشه. من بهشون راهکار دادم. اون موقع بهشون گفتم چون پادرد هستن، هم پاهاشون رو روغن سیاهتونه بزنن، هم محاسنشون و هم موهاشون رو، و یه سری رژیم غذایی بهشون دادم. بهشون گفتم هر روز اندازه یه مشت خودت، یه مشت جم با مشت خودت باید آجیل خام بخوری. پسته، بادوم، فندق، گردو. گردو باید میزانش کمتر باشه چون خیلی گرمیش بالاست. و تخم کدو. هر روز گفتم اینا رو به صورت خام استفاده کن. حتی میتونی البته اینو برای اینکه هضمش رو راحت تر کنید، این مغزها رو با یه خورده آب و نمک داخل یه تابه بذارید، اجازه بدید تف بخوره. اما باید نمکش کامل طبیعی باشه. چون با نمک های سفره که NaCl هستن اینا اصلا به نفع سلامتیمون نیست. اما وقتی که نمک ارگانیک کاملا طبیعی باشه مشکلی برای بهتون به وجود نمیاره و باعث بالا بردن فشار خون نمیشه و هضمش هم در این صورت راحت تر میشه. اما باید خوب بجوید. ایشون میگفتن برای من سخته، من دندونام خیلی سالم نیست و نمیتونم خوب بجوم. بهش گفتم میکسش کن و شیر چهار مغز درست کن و هر روز یک لیوان ازش استفاده کن. میزان مغز ها همونقدر باشه، ولی حالا هر چقدر دوست داشتی میتونی آب و عسل و گلاب بهش اضافه کنی و حجم بهش بدی و در طول روز ممکنه 3 لیوان باشه ازش استفاده کنی تا هم بدنت مرطوب بشه و کمبود ویتامین ها جبران بشه، سردی تنت برطرف بشه، تا راهکارهای موضعی که بهت میگم جواب بده. و بهش گفتم 4 تا ماده غذایی رو نباید بخوری. همراه غذات ماست نخور. اول صبح تو پنیر نخور. مرغ، گوشت گاو و ترشی هایی که بیرون هست با سرکه های غیر طبیعی هستن استفاده نکن تا بدنت pHش تغییر کنه و نتیجه بگیره. و این مراجعه کننده ما نتیجه گرفتن و این کاملا علمی به ما اثبات شد که اگه حتی 30% رژیم غذاییتون هم شما رعایت کنید و از این روش‌ها استفاده کنید جواب میده. ازتون میخوام با لایک و کامنت و شیر کردن این ویدیو باعث بشید خیلی ها از داشتن موهای مشکی لذت ببرن. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.